مادر. بابا چقدر دیر کردی دخترم. تو که میدونی همینجوریشم من بدبخت بدخواب. تو دیگه همینجوریشم نکن. اون چراغ روشن کن. ببینم شبای تو الهامم بودن؟ میخواب میشم عصبی میشم. اه اینو که گذاشته اینجا قهوه آرومم بازه بخورم دیگه خوابم میبره. با خودت گرمه. خب پیروز چی میگفت؟ دختر خاله چند ساله شد؟ تولدش حسابی بود یا از این در پیتیا؟ سب کن ببینم. میخوای حرف بزنی؟ نه میخوام بخوابم. خب حداقل بگو چه خبر بود؟ پیروزو دیدی؟ مامان برو حوصله ندارم خستم. کار همیشت. شب بخیر. خیلی بی‌معرفتی. تو اصلا وجدان نداری، عاطفه نداری، اصلا آدم نیستی. پیروز من بدون تو میمیرم. Thank you.
نه 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 آره خونه رو ندیدی بریدم جلال بریدم فیلم میاد فیلم برای چی کیف پر پول حالی حیف شد این دختره آژانس این برای هست خودم آژانس تم راننده شخصی دو بزن برای چی بابا چی جا گذاشتی گیج میرزا بابا جون دختره داره میمیره خودکشی کرد من خودم دیدم کدوم دختره بری اون تو خفتت گیره ها تو چی کار داری بابا دور بزن دور بزن من برو. دیگه نیستم پولا رو بده من بده من بل کن اینا اینا بل کن میرم بل کن از این بعدش دیگه با خودته یارو همسایه‌شون منو دید برو اه به جزایر هوایی شد زندان قزل حصار توف به هرچی فیلم هندیه که دوزدارم به گند کشید برو بابا برو چرت و پرت نگو برو خودم برد تو رو از رو زمینه بی کیه؟ آژانس تن آژانس هم من اشتباه اومدی آقا حواستو جمع کن اسم شبی الو مگه نگفتم برو آژانس نمیخوای ببخشید همین آدرس رو دادن از همینجا زنگ زدن یه خانومی بودن یه مقدار از شما جوانتر بود گفتن حالشون خیلی میزون نیست عرض نکردم خدمتتون برای این صفانه رو بخواد بده خانم با شما برای این شب شده یکی بی خبر اومده در زده حیرونم درد بودی که بانش و زیاد صدار بارونم درد زدار دیوانه کجایی دل رودم ریخ به هم جب جنایی شد گازشو بغل کم شد خب دختره چی شد آقا جلال چی شد اون نوایاز تلاشمون رو کرد خفه شو بابا میگم چی شد دختره کنم مرده بابا شوخی نکن من رو یه رسوندم میشون بیمارستان دیگه ایشالله که خوب شده خب ایشالله بریم حالا نوبت اینا این لگن رو چیکار کنیم یا ما هم میخوای بریم تا خونه اکبر میاد میبره ای با برو خب بس کن ببینیم چیه بابا از این لحظات لذت ببر بیشور بی تربیت دیگه جون به جونت کن بس کن در این بابا اصل این هیجانشو ول کن دیگه خفم کردی بس کن دیگه ندیدی این چیزا ندیدی وایسا الان موقع هیجانش رسیده الان دیگه وسط آمازونه ها این اون دفعه که رفتیم گوا هاوایی جزایر قناری حال میریم الان میریم خسته شدم انقدر چرخوندیم دور دنیا آخه به جون مادرم یعنی گاف صندوق بود دیوونم کردی ابی نه حل خواهد این چهارتا که هست دیگه من میکنم ابی بابا میکنم بزاری سنت مرنه که مهم باشه افشا بابا افشا یه داری چهت بگیر افشا هرچی آتاش حالا بعد سنت بگیر من اینجا دوستتون خفه میشی یا بیام خفتون کنم
من بگیریم بکپی نکبت های علکی خوش بی سر پای پاپاتی اون رفتش؟ خب برو عزیزم تو جاد بخواه رفت؟ منو بفرمه من دیگه میخوابه من دیگه داریم دیگه رفتم با پولا کاسبا و در همسایه رو ساکت میکنیم بعدم میگردیم دنبال یه آدرس پروپیمون خیلی بیریختیم میشه خفشی ما کپ مرگم رو بذاریم بله میشه ولی بوی این خونه هزیر دماغم ها حیف نه این کابشنه که بابت آدرس خونه دادن به اکبر کاش دختره نمیره کاش جفتتون بمیرید من خلاص بشم حرف نزنیم میگرم بخواب شاید الان رفته خونه نه 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 شاید بیمارستان باشه حالش آخه زیاد خوب نبود یا نمیدونم شاید هم برگشته ها؟ آقا جون خب پس تو نگو چشت اون خونه رو گرفته بگو چشت دختره رو گرفته خفشه ببینم بابا من میخوام مشکلش حل کنم اون اصلا عاشق یکی دیگه است اسمش چه میدونم پیروز بود آره پیروز اونم اصلا آدم حسابش میگه به من چه منم دقیقا الان یه همچین حس نسبت به تو دارم نازم سلام علیکم ببخشید سلام این بیمارای خودکشی کرده رو کجا میذارن؟ یعنی چی؟ دیشب مثل که یه خانم خودکشی کرده بود آوردن تو این بخش میخواستم اینو آها آها اون خانم بر. انتهای راه رو اتاق 6 اتاق 6 مرسی اتاق آها نه بریم خونه برو اقلا بذار تنها باشم تو هم برو باشه عزیزم تو استراحت کن اصلا هم دیگه به اون فکر نکنی ها خدافز قربونه آفری چونم از فهمید که من میخوام 100 سال سیان نفهمه قربونت برم تو فکر میکنی اگه اون بفهمه میاد ازت معذرت خواهی میکنه مردشون ریخت و قیافش رو ببرن نگو چطور دلت میاد میبینی تو رو خدا ما زنها هر چی سرمون بیاد حقمونه بریم مراقب خودت باش ببخشید کسی خونه نیست؟ سلام چطوری؟ معذرت میخوام این همسر دوست من مثل که فارغ شده دیشب اتاق بغل بودن الان اومدم تشریف نداشتن گفتم شما ندیدینش اینجا زیر میدین نمیدونی کجاست؟ دوقلو زایده بود؟ آره آره خودشه مرد بردنش گورستون اینشالله شما کی تشریف میبری؟ بعد از خاک سپاری شما اینشالله بمشه آقا بی تربیت بده هم اون پیروزم حق داشته نیومده دیدنت دیگه چی گفتی؟ گفتی پیروز؟ آره؟ بله بله میشناسیش؟ خدافظ آقا چی شد؟ رفتی سر کار؟ من تو راه رو بودم شما بیهوش بودی یه ریز صدا میزدی پیروز 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 خودکشی کردی صدات اینجوری شده بی حساب شدی آقا بله من میخوام اینجا برم بیرون میتونی کمکم کنی؟ بله خب شما که چیزی نیست بیا برو خودتو مرخص کن دیگه آخه نمیتونم مامانم خواسته تحت نظر باشم تازه لباسام ورشه به خوش برده آخه مامان تو اذیت میکنی تو خونه آتش بازی میکنی آره گل بازی میکنی مزخرف نگو مامان من این خور قاطیه
قاطی خودتی، درست صحبت کن. مادرته. با بابات هم همینجوری حرف میزنی؟ راستی بابام خیلی پول داره ها. اگه کمکم کنی خوب پولی به جیب میزنی. نه بابا، از اون به ما نمیماسه. بشناسیش نوکریشو میکنی بدبخت. بدبخت خودت، این یه هرچی دلش میخواد میگه. ذاتت بیتربیته، کاش مرده بودی. خب ببخشید آقا، معذرت میخوام، من مریضم نمیفهمم چی میگم. ببخشید، هرچی دلت میخواد داری میگی دیگه. تو رو خدا ببخشید، نرو دیگه، من که معذرت خواستم. تو اصلا با این ریخ چجوری میخوای بری بیرون؟ میتونی برام یه مانتوی چادر چیزی جور کنی؟ نه بابا، لابد از جیب من به حساب بابات. کلک حواست هست. ببخشید خانم، من اینا رو باید ببرم، اگه اشکالی نداشته باشه، ولی این خدمت شما. تلاس قابل نداره. خداحافظ. برای کلبت فهمیدی تلاست، به گروه خونت نمیاد مادر جان. دفعه آخرت هم باشه به من میگی مادر جان. نگه دار، همینجاست. آرزوهای توپی داری دختر. بیاد نگه دار دیگونه. ببین، پس به این پدر سوخته ها رو نندازا، ظرف ها رو اختار شستی، بیا خودم منتظرتم، فقط نهارتو بخور. بهت نهار میدن دیگره. مونگول، تا حالا کسی به باکلاسی من تو ماشین قرازت نشسته، نکبت. با همین بددهنی پیروز از خودت تارون دیگه. نکنه پیروز تو رو. آره؟ ها؟ تو رو پیروز فرستاده؟ نه بابا دیوانه، بهت گفتم که پشت در اتاقت بودم، بیمارستان هزیوناتو شنیدم. خیلی گرفتارش یاره. به تو چه؟ صبر کن. ببین، من میتونم کاری کنم که این شازده مثل شوالیه های عهد بوخ هست، به دست و پات بیفته و ازت خواستگاری کنه. بیا. ببین، اینجا کار تموم شد، ما هم خونمون کثیفه، یه سری به هم ببینین از این فضا بهترین استفاده شده. ببخش معلوم برمیگردم. حال منو ول کن، ده بگو خفم کردی. مامان پیروز گفته شازده کسالت داشته، چند روز با اون دوستش بردی یا تشریف برده ییلا. بمیرم، مریضه. باران خیلی خری. بابا بهت رو نشون نمیده، داره ازت فرار میکنه. و تو میگی ایلک بمیرم؟ باران انقدر خودت کوچیک نکن، قربونت برم. بابا مگه تو چی کم داری؟ ول کن اون عوضی رو. تو دیگه برام نطق نکن لطفا. خدافظ. بابا زنی زد میدونست مسموم شدم. هنر نکرده که باباته. باز تو آنتن شدی؟ چرا بهش خبر دادی؟ مگه بیکارم؟ پس از کجا خبردار شده؟ این همسایه هم بیفته بمیره میگی تقصیر منه. شاید مادرت بهش گفته، شاید هم زبی گفته. میدونی که چقدر فضوله. حالا برو کنار بذار رد شم. کنارم برم رد نمیشی خانوم. مامانم کجاست؟ بازم یوگا، مدیتیشن، کوف درمانی، خوشبختی از طریق زهرمار، نگاه تازه به دق و درد؟ این دفعه نه، نگرانت بود. رفته امامزاده صالح نصر کرده برات. اومد بهش بگو بره پول بیمارستان رو حساب کنه. و سلام صرف خودم مرخص کرد. دیوانه چی کار داری میکنیم؟ بابا اینا کاغذ ساندویچ نیست که. چیه با مرام شدی های خوش مرام؟ آره بابا.
نکنه اینا رو میخوای براشون پس بفرستی؟ نه بابا، خیال کردی آی کیمانم مثل توه، قده یه جلبک دیوانه. شما نمیخواد نگران این چیزا باشه، شما برو پشت پنجره بشین، الان این دختر خانم با وانت تشریف میارن جار میزنن. ای بیلاف، ای بی خالی بند، دم پای پاره. حرف بزن، مجبورم نکن پاشم بیام اونجا. خیلی خوب، ولی پس نیفتی یا؟ مادرش گفته پیروز منتظر ویزاشه، میخواد بره. الو، باران؟ چت شد دوباره؟ لوستشو تلفنو جواب بده. الو، بابا میخواد بره به جهنم، بذار بره، چیزی که فت و فراوون الحمدلله پسره. الو، ببینم، یکی چیزی که فت و فراوونه پسره؟ نه بابا، بچه شدی یا؟ این آخریه رو خالی بستم. کجا؟ به تمرکزت برس مامی. من دیگه ندیدم آدم این دروی بله سلام سیم رو باز کردم، گوشی رو بردار. دست درد نکنه. گفتم فقط تلفن های ضروری، بار آخرت باشه شما بله. اینجا رو به کسی میدی. شیرفم شد؟ بله شیرفم. خب، این خانم کی هست؟ به تو شیخ، خب شما فکر کن خواهرم دیگه. اه، مگه تو کس و کارم داری اینجا؟ نه، بله برو گوشی رو بردار. خدا حافظ. بله؟ الو کجایی تو؟ من بارانم. بدبخت حسودت چچده. سلام بر عاشق دل سوخته باران خانم عزیز. مسخره. ببینم سر حرفی که زدی هستی؟ مرد و حرفش دیگه. پس بجا وقت نداری، پیروز میخواد بره خارج. تو هست خواستگاه تو نکنه ایجا نمیره، خیالت راحت. واقعا مطمئنی که اینطوری میشه؟ اگه مطمئن نبودم که حرفشم نمیزدم دیگه. حالا ببین چه جوری پولدار میشه. تخت قصال خونم میگه پولدار میشم. حالا میخوای چیکار کنی؟ تو رو ببینم دیگه. اصل کار توی بقیه رو بلش. ببین یه موبایل جور کن، میخوام های کلاس بشن. گوله گرم واسه جور میکنم که های بشی. کجا؟ سلام علیکم. سلام، حالتون چطوره؟ من رفیق آقا جلال آقای بیام. رفیق آقا جلال؟ من فقطی با اینا ندارم، دست بنده بینیم. ها، من به اینا گفته بودم کسی رو اینجا راه ندن. خب من هم اومدم یه کارشون دارم. خب میری ولی فقط 3 دقیقه. باشه، سنگ تلفنه. بابا دست درد زهرا مار. سلام علیکم. سراغ فقیر فقرا نمیگیری؟ یا آدرس توپ بهتون دادم پیادش کردین، آره؟ خفشو بابا، پشکلم پیدا نمیشه. همه خوب شد گفتی پشکل، این حیف این کابشن که کیسه من رفت. گفتم تو خونه یارو پیدا نمیشه. بابا یارو چپش پر زینی با تهلیش واسش کار میکنه. تو که میگفتی هتل میسازه. همون. اون که ویترینشه مساله این ور اون ور میکنه. ما هم بازی بد میشه بابا. مثلا چه غلطی میخوای بکنی؟ ها؟ چی دیگه، آدرس اینجا رو بنویسیم ببرم بهشون بدم. که چی؟ بیام بگیرنتون دیگه. آه پول دیگه میخوار دیگه میکنم. هست دیگه هست یه مقدار. شما هم زحمت چی نبود ها؟ نه این 100 تا کامل. 100 تا؟ نه اینجوریش کنم. 100 تا؟ اینجوری بگیر 100 تا. سلام، یه چای چیزی هم بخور بیرون سر. نسکافه کاپیچینیو. از اون درد نکنه. ممنون. پس یادش نگی یا بس. نه با نمیگم نمیگی. سلام، کجایی تو؟ میدونی من چند سال منتظر این لحظه هم؟ بح سلام، چیه در همین؟
خوشحالش بابا ابی اومده. غم و غصه مال قبل از اومدن ابی بود. بگم فردا داری میمیری. زندگی کن. برو. میبینی به همین راحتیه. چی؟ زندگی دیگه. برو توش. زندگی همین گندیه که هست. حتی با پیروز؟ چه بلایی میخوای سرش بیاری؟ بمانم. بگو دیگه، خواهش میکنم. یه شربتی پیدا کردم آدم رو عاشق میکنه. واقعا؟ مگه میشه؟ جون تو. ماما نه ترس بابا، با اون کاری ندارم. اصل کار تویی. هر بلایی هست باید سر تو بیاد. یعنی چی؟ یعنی که اینجوری به دردخور نیستی، اینجوری نشون میدی بدبختی. بدبخت خودتی؟ حالا گوش کن، محتاج ترحمی، محتاج نگاه دیگران، دوست داری نگاهت کنن. اینجوری کسی تحویلت نمیگیره، چه برسه به پیروز. تو مگه اصلا اونو میشناسی؟ نه دیگه، شما رو که میشناسم و رفت پشتم بس. همچین بزنم؟ حواست باشه. من اصلا نمیدونم چرا به این عراجیفتو گوش میکنن. برای اینکه عاشقی. بزک دوزک ها اختراع آدم هایی که فکر میکردن زشتن. خب حتما زشت بودن. نه ها، آجیل آجیل تو خیابونا ریختن. بابا این حرف رو نزن، هر کسی یه جورای قشنگه. معلم بازی در نیاد، قیافه آدم ها با هم فرق میکنه، یکی زشته یکی خوشگله. نه فقط فرق داره. نه من اینو قبول ندارم. مثل منظره هاست دیگه، نمیشه بگی مثلا کوه قشنگه، دریا زشته، یا برف زشته، بارون قشنگه. خدا حافظ. بیا. آها مرسی. آها بیا. خب تو باید بری دیدن پیروز. ها؟ یعنی با هم میری جوری که ما رو با هم ببینیم. ولی اصلا نگاش نمی کنی یا؟ نمیشه، نمیتونی. میتونی، باید بتونی. اون وقتی که اون تو رو نگات میکنه ذهنش پر میشه از تو، دنیاش میشه تو. علاقه جان عشق مثل جنگه، اون کسی پیروزه که بتونه فرار کنه تا طرف رو دنبال خودش بکشیم. مثل آدم سایه شو دیگه، ولی این فراره جگر میخواد. تو مطمئنی که اینطوری میشه؟ تو هم باید مطمئن باشی، اگه باورت بشه میشه. بیا. این چیه؟ پوله دیگه. نه نمیخوام. خب مگه تو واسه من کار نمیکنی؟ خب هنوز که کار نکردم. باش. حالا این عجیب ددیه یا کیف مامیت؟ واسه تو چه فرقی میکنه؟ خیلی فرق میکنه. بریم؟ بریم. ببخشید اگه کم بود، همونو داشتم. نه دیگه نمیخوام. بسته. بگی حقیقتو. آها. بسته درنم. راستی نبودی یه آقای زنگ زد. گفتش که به آقای مهندس بگین که سفر شارجهشون عقب افتاده. آخ آخ آخ. من تو مهندسی؟ ها؟ تو اصلا چی کاره ای؟ من کارای زیادی میکنم، ولی کار اصلیم زندگی کردن. خب نابقه همه زندگی میکنه. نه. اصلا تو داری زندگی میکنی اینجوری؟ ببخشید انتون کله تو یه آرزوی به درخور هست؟ کله تو چی؟ پره، من حداقل 10 تا آرزوی بزرگ دارم. ولی خیلی خوب شد همیشه اینجوری بپوش، ولی هیچ وقت اینجوری را نرم. چرا؟ این بوغلمون را میدی. همینجاست. آره کلا، طرف خیلی پول داره. واسه من خودش مهمه. خوشتیپ، خوش قیافه، شاگرد اول دانشکده. حیف که دختر نیست این چیزا رو بفهم. فهمیدن این چیزا زیاد سخت نیست. چیزی که فهمیدنش سخته اینه که بدونی هر کسی، هر آدمی مثل پیروز وقتی بفهمه براش ولو میشی دیگه نمیخوادت. به جای اینکه دوستت داشته باشه دوست داره لهت کنه. بقیه هم میشن طرفدار اون. هی میزنن تو سرت. خاک تو سرت، خاک تو سرت، خاک تو سرت. آخه چرا؟ فکر کنه حسودیشون میشه دیگه. وقتی نمیتونن جای تو باشن دوست دارن تو هم نباشی، له بشی. خب
آخه آدم از کجا بفهمه که داره ولو میشه؟ من که نمیفهمم. آره خب فهمیدنش سخته. برای اینکه ولو نشی باید چیزی رو جدی نگیری. به همین راحتی. فهمیدی؟ برو. عکس و آدرسشو بده که بشه راحت پیداش کرد. بعدم یادت باشه باش تماس نمیگیری، دربارش با کسی حرف نمیزنی، از کسی سراغشو نمیگیری، تا هم میتونی بهش فکر نمیکنی. آخه پس به چی فکر کنه؟ به من؟ به حرفایی که زدم؟ مگه من اینجوری هم؟ خب به من فکر کن. چه جلال سگرمات تو همه؟ کلافم مشتی، کلافم چطوری؟ بارم شو خیلی بی چشم رومی، خیلی بی چشم رومی. ولی جون کپ کت ماشالله خروس میخونه، نکنه بی معرفت کاسب شده باشی. ما که همیشه کاسبیم دیگه. دارم برات دارم حالت جامعه. تو نمیخواد حال ما رو بگیری؟ حال جواب آوردنت پیشکش. دددن از دختر قاطیه؟ آره دیگه، گفتم به دردمون میخوره. ابی جون خیلی گلی، ابی جون تصدقت، ابی جون رد کن بیاد. نه اول باید فردا خودتو نشون بدی. یعنی چی آقا جون؟ عشق و حال و کیف و کوکش مال تو، بدبختی و بیچارگیش مال ما بده. قطعه چه گوش کن دیگه. ببین عزیز من، این یه مبفروشی توپ داره با یکی از دوستا، شریکی. کی؟ دختره؟ نه بابا جان، پسره. اسمش پیروزه. پیروزه. آره. چی شد اسمش؟ پیروز. اینو ول کن. اسمش چی شد؟ پیروز. خیلی خب، میری سراغش. باشه دیگه. همین دیگه. آره دیگه، اون که مومت تو دستم. آها. آدرس کجا داری؟ این 400 دیگه. آدرس نداری. آدرس شب میگیرم. بعد خودت نشون بده. نشون بده. شب نشون بده. ول کن دیگه. بابا مشتی خدا به سلامت. نگفتی. بله. که چرا شنگولی؟ آها، یه نفر از سفر آخرت برگردونده. بابا کلا، کیو؟ یه پری. از کی دالا با پری ها میپری؟ نکنه میخوای جلدش کنی؟ نه بابا، جلد یکی دیگه است. دلش واسه یکی ساریده، قبلا. تو این وسط چی کاری؟ کاسب، کنترات کردم پسره رو بهش برسونم. واسه ما فقط نون توشه، اونم چرب و چیلی. تو یه عمری داری عاشق خودتو میخوری و حریم عجبا سهم میزنی. چی شده که این حالا واسه خودت؟ ببین مشتی، دختر از این خرپولاست خب؟ عاشق پسره شده، پسره داره غمیش میاد، تاخچه بالا گذاشته براش. ولی من واسهش دارم، یک بلای سرش بیارم بیفته به موس موس. این کاری که میبینید از بهترین کاری مدفعت ایرانیه. رنگ طلا نیست، ورقه طلا است. یعنی رنگش به هیچ وجه نمیره و این تا 3 سال من خودم براتون. باشه باشه، میدم یه بخشنده براتون. خدا بس. بله. دست از سرش بردار. حالیته؟ دست از سر کی؟ دست از سر... اسمش چی بود؟ اسم کی؟ دختره دیگه. کدوم دختره؟ پانتا! دست از سرش بردار. کی؟ سرت صدا سر دیگه. یادم رفت اسمشو. خب خودش بگو. کی به ما؟ خوده. اسمش چی بود؟ ملیکا؟ مهوش. پریوش؟ مهینتاج. فکر کنم اشتباه گرفتیم. آقا شما دست از سر یه دختر بردار دیگه. چی کار داری با این دختره؟ همون. نکنه باران رو میگین؟ باران! 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 ایول! ایول! باران! یکی بهش رزون باران! باران! دیگه اسمشو نمیاری، جلوش سبز نمیشی، انگار ندیدیش و نمیشناسیش، پیغون پس قوم نمیدی. اسمس هم باشه چی میزنی؟ اسمس نمیزنی. همین؟ میگه همین. بریم خداحافظی. خوش اومدی. اکبر اکبر میز رفت تو پا. اینا کی بودن؟ نمیدونم. ای بابام در من. خب الکل بزن. بمیری الهی ابی. آخه باران هم شد اسم دختر. تو خودت روش حواس درست حسابی نداری، به باران چه ربطی داره؟ بیا بخور تازه دم. درد نکنه خودمون. این پسر اگه خودشو نکشته بود کنار، این دختره یک قرون هم شبه دستمون ننداخته. آره بابا، ولی تو هم کارتو بلدی یا؟ شکرتی مخلصی. چیه؟ چی دارم نگات میکنم؟ همون دیگه، میگم باز چرا دوباره نگات به منه؟
خب کیو نگاه کنم؟ کسی اینجا نیست، تو رو نگاه میکنم دیگه. آقا جون من دیگه نیستم. ببین میخوام فردا شب بارانو ببرم همون رستورانی که گفتی پیروز با دوستش قرار گذاشته. میخوام اونجا خودتو نشون بدی دیگه. آقا من نخوام خودمو نشون بدم، کیو باید ببینم؟ خب خودتو نشون بدی، پروژه بعدی هم هستی دیگه. این چیه پوشیدی؟ خیلی خزه؟ نه، بهت هم میاد. چندشه؟ خب پس برای چی پوشیدی؟ واسه رسیدن به آرزوهام. یعنی چی؟ کجا داری میری؟ با بچه ها میرم رستوران. باران حالت خوبه؟ میذاشتی چند سال دیگه میپرسیدی سوسن جون؟ یه انصافی نکن، من که همیشه بفکر... خدافظی. ببین اگه بخوای هی نگاش کنی و نمیدونم احساساتی بشی و احوالات سوزناک پیدا کنی از این حرفا دست میدیش. وای نه. وای آره. ببینم تو اصلا میدونی عشق یعنی چی؟ نمیدونم. تو نمیدونی بدبخت. تو که عاشق نیستی، آویزونی تقریبا. هر کی ندونه فکر می‌کنه من نوکرتم. چکرتم. خانم، نگفتین شام چی درست کنم؟ چه میدونم؟ یه چیزی که به این زندگی نکبتی بیاد. غیر کوفت هیچی نمیاد بالا. بله آفرین خانم، شمایی؟ ایوا، مگه باران با شما قرار نداشت؟ میگم چرا نایمد؟ یادت نره ها، تحویلش نمیگیری این صد دفعه. نمیتونم، میفهمه دروغ، اون وقت به هم میخنده. بدبختی اینه که همه میدونن من عاشقشم. میگم پاشو بگیم بشین سر جات ببینم، خاکتون سرت کنم، ببین چه به روز خودش آورده ها. خاکتون سر خودت کنم. من بهت پول نمیدم سر من داد بزنی ها. این دفعه سر من داد بزنی خودت میدونی ها. باریکلا این شد، محکم باش، آفرین. ولی خیلی سوژه ای. به چی میخندی دیوونه؟ به تو دیگه. تو هم به من بخند، اب نداره. مگه نه باید بشینیم برای هم گریه کنیم. تو هر وضعیتی میشه خندید، به همین راحتی میشه خندید، حتی موقعی که فکر میکنی داری دق میکنی همه را میشه خندون. بالاخره فهمیدی کی بود؟ منظور زن هست؟ نه بابا، اون که قاطی بود، اون پسره کمره بارون بود. نه یعنی اصلا ندیدمش. زنی که این نکبت. کجایی دختر؟ چرا موبایلت یه ساعت خاموشه؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ مگه تو نگفتی با دوستات میری بیرون؟ شاید هم دوستای جدید پیدا کردن. به کسی مربوط نیست. خیلی ممنون. ما همه نگرانتیم، اینو بفهم. ببینم این پسر کیه تو رستوران با هم دیدنتون؟ پیروز زنگ زد بهت گفت؟ نه، بردیا با هم تماس گرفته. بقیهشم برو از همون بردیا بپرس، تو که بعدت نمیاد از همه چی سر در بیاری. کجا داری میری؟ اون پسره کیه؟ خیلی خوب سوسن جون، مثل که من واقعا اشتباه کردم، توی این قضیه دخالت کردم، با اجازت. تو رو خدا به دل نگیر، وضعیت بارانو که میبینی. خدا خانم، آقا کی میام؟ چه میدونم، هشت. با آره کار تمومه، فردا میرم محضر. آره عزیزم، ایشالا هفته دیگه زیر برج ایفل میبینمت. پیروز اومد، من باید بهش خبر بدم. خداحافظ. بالاخره این امارت لعنتی هم فروش رفت. خوبه. خوشحال نشدی؟ خوشحال؟ دیگه برام مهم نیست. طوری شده؟ نه. رفته بودی دیدن دختره؟ نه من نرفتم. آها، پس اون اومده بود سراغ تو. خب چی گفتی؟ مامان گیر دادی ها، همینطوری اتفاقی دیدمش، حتی یه کلمه حرفم با هم نزدیم. و تو از این موضوع ناراحتی؟ این موضوع از نظر من تموم شده است.
ببین پیروز، باران دختر خوبیه، اما به درد من نمیخوره. ما برای هم ساخته نشدیم. میبینی مامان، اینقدر این حرفو زدی که همه‌شو از حفظ شدم. میشه تمومش کنی؟ نه، تو به درد اینجا نمیخوری. ما باید از اینجا بریم. چشم، میتونم برم؟ گیر دادی یا؟ ده هی میگه متوجه نشدیم، متوجه نشدیم. مگه میشه خانم دوز خونه آدمو بزنه و آدم متوجه نشه؟ خب متوجه نشدیم دیگه. پس سرکار علیه مشغول مراقبه و مکاشفه و از این حرفا بودین؟ ایشون مشغول تلفن بازی و دوست بازی و چه؟ اصلا من به گاف صندوق جنابالی چی کار دارم؟ 15 سالم بوده که رفتم تو خونش، اختیار مال اموالم همه رو سپردم بهش که بفروشه و به این نون و نوایی برسه. یادت رفتی تو خرج یومیت مونده بودی حبیب خان؟ چی؟ من تو خرج یومیت مونده بودم یا جنابالی؟ خوب عالم و آدم میدونن که جنابالی دو تا مغازه کوفتی فکسنی تو پس کوچه های چیزر داشتی، 100 متر زمینم اون تای ازگل که همهشو بفروشی پول 10 متر زمین این خونه نمیشه. تازه سه دونگ اینجا رو به نامی زدم، اینو نمیگه. چی؟ اون یعنی چی؟ کجا داری میری؟ انتظار داری چی بهت بگه؟ زبونم لال، آدم دختر خودشو دزد میکنه؟ واقعا که حبیب بفرمایین آقا. بفرمایین آقا. امری نداریم؟ بله، اینجا کارت دارم. بله آقا، فرمایش. این گاف صندوق کی باز کرده؟ چه میدونم آقا؟ تو این چند روز کسی اینجا نیومده بود؟ کارگری، تعمیرکاری، کسی؟ نه آقا. تو به کسی چیزی نگفته بودی که مثلا صبح خانم خونه نیست، آقا رفته سفر، ها؟ گوشتو باز کن ببین چی دارم بهت میگم. سندایی که تو این گاف صندوق بوده واسه من خیلی مهمه. مطمئن باش دوزشو پیدا میکنم پدرشم در میارم. ولی وای به حالت اگه پای تو هم وسط باشه. اون وقت یه اون بد داری گوشه یه لفتونی. منظور آقا اینه که اگه حالا کمک کنی بگی کاری کی بوده، ایشون هیچ کاری باهات ندارن. حتی ممکنه انعام خوبی هم بهت بدن. انعام؟ بله. خدا ذلیلم کنه آقا. عقلم که نمیرسه یه روز آش بردم واسه خواهرم. حرف شد که شما سفر تشریف دارین، پسرش اکبرم شنید، به خورده شره. خاله مرده زندونم رفته آقا، خدا عالمه. آفرین که راستشو گفتی، فقط آدرس اکبر به من بده، به هیچ کسم چی نگو. نگران اکبرم نباش، من فقط سندارو میخوام. امری باشه. اکبر خودتی؟ فرمایش. حالا دزدی میکنی؟ دست می دزدی. بیا بیا بیا. به زبون خوش میری هر چی از اون خونه برداشتی میاری پس میدی، وگرنه پوستتو میکنم. من اشتباه گرفتی نسه. زر زیادی موقوف. خالت همه چی رو برامون گفته. خالم؟ حالش چطوره؟ جون شما کار ما نبوده اصلا. من شاهد دارم از فردا همون شب که من خالمو دیدم تا حالا تو حبس بودم. نه اینکه خلاف کرده باشیم ها، ما داشتیم اساس کشی میکردیم با بچه محلامون، یهو ریختن همینجوری وسط خیابون ما رو گرفتن با اساس وانه خفه. پس میدی به اونی که سند رو برداشته میگی مثل بچه آدم بیاره پس بده، وگرنه روزگار هر دو تون سیاه. خب از اول میگفتی. حله ای گن چه قمه بزن دوست نگر با شکر. خب بده بابا.
سلام، اینجا چیکار میکنی تو؟ آقا خالم جامو لو داده بود اومده بودن سراغم. سند منت چندم کلی به جیب زدین. آره آب که چی؟ چه چی نداره، ریختن از در دیوار خونمون دستام گرفته موش گوش تو صورتم دندونم شکست. خوب ببینم قورتش دادم بگیرم پایین جاش. جای چی؟ جای دندون. آه این کیاخ آه. ببینم من ببینم من ببینم اینجا بار کرده اینجا برش کردم دیگه درد بکشم. آقا کلی کتکم زدن و سگ جای من بود تا حالا ترومپیت زده بود. چی؟ ترومپیت. آن ترومپیت این سازای باده ای. آن ترومپورت. آن ترومپورت. 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 خب خب نداره، من چی نگفتم بهش، من رفیقام نمیفروشم. ایوال قصد درد نکنه کارت درسته. برو چکرم. پول بده، پول بده. پول واسه سندا کلی پول میدادن. آقا جون پول منو بدی من برم. من به تو نگفتم. غلط کردی تو، من میگی نه تا اشغالش. آقا الکی که بهتون آدرس نمیدم که پول منو بدی من برم. بفرما برو دیگه. آقا جان گفتم دیگه سندا پول شد سمت تو هم میواسه دیگه. از وقت دیگه من نگفتم به تو. من همون نگفتم دیگه. اینو بگی. این چیه دیگه؟ حالا دیگه اصلا مطمئن نیست. جامو عوض کردم، این شماره جدیدم. این تماس بگیر. باشه باشه، اینو بگیر نگرد. یعنی این شماره جدید. اینو کافاشو برو بده من. کجا؟ چرا دارم اومدم؟ اینو بده. اینو چرا من میده؟ آقا این آب گوشت من بردا. بر داره این اکو. آقا من میگم بچسبیم به همین سندای باباه. این دختره بیخیال شو، این دختر چیه؟ نه بابا دختره گنجه. یعنی چی؟ خوبه؟ اونا بگرد بگردیم. آقا من میگم اصلا به جان خودم دیگه خسته شدم، هر روز یه شکل، هر روز یه قیافه، من باید سر کار باشم. خب تقصیر خودته دیگه، یه جوری کار کردی من فکر کنم این پیروزه عاشقت شده، شفتت شده. نه واسه فهمیدم. حیف که فهمیدی. بگرم تیک تیک. ببین طرف رفته 80 کامیون سیمان با این حواله ها خریده. خب بعد به جای اینکه بره هتلشو بسازه رفته تو بازار آزاد به قیمت خدا تومن فروخته، اینم بارنامش. حال کردی؟ ای بله بی چطه مادر جون؟ منکیه چرا اینطوری میخوری؟ گشنه ماما راست میگی گشنه شه، چی کارش داری؟ حتما باید بگوی دنبالشه بگی بخور بخور بگذ بخوری. میشه شما دخالت نکنین، شکل خوردنشو میگم، از هیچیش خبر نداره، حالا حرفم میزنه. نه خیر اتفاقا از همه چیش اطلاع دارم، منتها مثل شما نمیخوام جنجال بپا کنم. باز شروع شد. بیا دخترم بانون بخو قطع کسی چی به قول ابی آدم باید همون جوری باشه که واقعا هست. پس آفرین راست میگفت، اسمش ابیه. خب حالا کی هست این ابی خان؟ آدم خیلی خوبیه، میدونی بابا با همه فرق میکنه. نه منظورم اینه که کارش چیه. بیزینس. بیزینس چی؟ نمیدونم، خیلی حالیشه ولی بله بله آقا. فردا شب مهمون داریم، میخوام سنگ تمام بذاری. چند نفرن آقا؟ یه نفر. چشم برو بینم چه کار میکنی. خب این مهمون تو فردا دعوت کن ببینیم، هی میگی متفاوته متفاوته، این تفاوته چقدره؟ چشم بابا حبیب، چاکرتم. چی؟ بله باش. خب آقای مهندس خوشمرام بفرمایید که شما در چه رشته ای مهندسیتونو گرفتید؟ بله این کارای کشاورزی. شما ظرفت اونه دیگه. ببخشید بفرمایید. من معذرت میخوام. ببخشید
به 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 چقدر خوب، چقدر قشنگ. نه بفرمایید در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟ بله من توی کالیفرنیا یه مزرعه خیلی بزرگ دارم که اونجا جدی دارم مشغول کشت پنبه هستیم، یعنی کار پنبه زنی میکنیم و بعد نبش هم اونجا یه گاوداری خیلی بزرگ دارم که اونجا تو کار گاویم و بچه گاوایی، گاوایی خیلی بزرگ مثل آها راهله بفرمایین چی لازم داری؟ دو ساعت میگفت نمک میخواست بیاره برای خیار. ببخشید راهله نمکتون. ببخشید بله به به سلام. من فکر کنم تلفن منه زنی. نه آقا دارم حرف میزنم دیگه باش. خب شما بفرمایید. ابی هر وقت وقتشو بگو زنگ بزن، فقط زنگ بزن. آره حتما حتما خواهش میکنم. چی شده؟ اوه شت چرا؟ بولشت. چی میگه؟ سر خالی بند. اشکال نداره ببین همشونو بکشین. آره از دم همه رو بکشین بعدم بسوزونین. آره دیگه چیزی ازشون نمونه، خطرناکه. آره آره قربونت برم، من هفته دیگه امریکا میبینمت. بای. این دامپزشک همین گاوداریه بود، میگفت که مثل که گاوا خول میشن. جنون. بله جنون گاوی. بله آره جنون گاوی گرفتن، گفتم که اینا رو عدم نابود کن. اتفاقا چقدر کار خوبی میکنید که اول گاوا رو میکشید بعد میسوزونید بعدم از بین میبرید. خطرناکه. نمیبینی من مهمون دارم؟ یه آقای هی میگه مداره که شما پیدا شده. آقا بفرمایید. مداره ببخش دوست عزیز میخواست. ببخشین دوست عزیز میخواستم خدمتتون عرض کنم یک سری اسناد و مدارک و آتا آشغال پیدا کردیم، احتمال میدیم اینا متعلق به شما باشن چون نام و نام خانوادگی شما زیر اونا درج شده. بله بله خیلی لطف کردیم، اینا اسناد کاری مال ماست. میخواستم ببینم اینها را خدمتتون تقدیم کنیم یا بندازیم آشغال ستیل. البته خیلی مهم نیستن ولی خب اگه برام بفرستید ممنون میشم. بچه کجای شما داداش؟ 8000 تا کامیون سیمان گرفتی با قیمت دولتی، بردی بازار آزاد فروختی به قیمت خون بابات. اسناد و مدارک بیفته دست اهلش چپقت از. نه نه آقا این کارو نکنید، منظور من این نبود، یه جوری با هم کنار میایم. شما پیشنهادتونو بفرمایید. پیشنهاد من فردا دو بعد از ظهر وقت ساعته. میگه پیشنهادتون دوست من در تماس های بعدی منتظر خبرهای جدید باشید. خدا نگهدار. طلا، جواهر، الماس، برلیان. چی؟ نمیگی چرا قیمت تو پس؟ از تبشون بره بالا. سرما خورده بود؟ الو تو فردا بیا. باشه مشکلی نیست، یادت نرو فردا همه بچه کارتینگه. باشه منتظرتون. خداحافظ. بفهمید فرمایش فارس است گسر اون اونتورا. ها دو یو اسپیک انگلیش؟ نو انگلیش او بیا کادلونا چایلد اورته. بچه کوچک طفل صغیر میخونم بچه‌ش تو کلاس زبان این بغلیه. آره آره او یس کلاسروم از جاست نکست دور. امیگو مای فرند. چاو. در سوخته. بابا عزت برم. چاو. تو واکن ببین چی دارم بهت میگم. نه دیگه میخوام ببینمت نه سر راه من پیدات بشه، فهمیدی؟ برو اینو به همه بگو. پیروز وایسا داری اشتباه میکنی. ببین
ببخش. چه مرگته؟ چرا دیوونه بازی در میاری؟ چرا یه قدم، فقط یه قدم مونده به پاد بیفته. مزخرف نگو، نذاشتی حرف دلام بهش بزنم. آخه چه فایده این که از این هندی بازی سر در نمیاره خانگو؟ خگر مثل خود نفهمن؟ چرا داغ کرده؟ داره از حسادت میترکه. تو داری از حسادت میترکی؟ داری دق میکنی که من انقدر اونو دوست دارم. آها، پس قضیه این فیلم در پیتا شده. یه دختر پسر عاشق پاک معصوم که یه نفر مفخور نمیذاره اینا به هم برسن. حتما آخر فیلم هم پسرها جلو پاشون سر میبرن. آره؟ تقصیر خودمه. تو رو چه به آدم شدن قناس. آره برو، اینطوری نمون بچه مثبت جوجه فکالی فرق وسط. برو التماسش کن، به پاش بیا بدبخت. ولی لیاقت تو بیشتر از ایناست. بیا بریم. کجایی پسر؟ همین دور برم. یه جوری رفتی تو خودت که با منقاش هم نمیشه درتو برد. ما نمیتونیم بریم تو خودمون؟ میتونی بری، ولی آدم وقتی سر کارش با این پریا میفته باید فکر اینجاش هم بکنه. بله، تو هم دلت خوش آمشتی. ابی من نگاه کن. خب پس چته؟ حیرونم مشتی. چطوره که یکی برای یکی میمیره ولی اون یکی براش تب هم نمی کنه؟ دنیای عجیبیه. این یه حیرت ازلی پسر، تا ابدش هم همینه. نه رو توشی گیر میکنی، وامونده مثل تاس لغزون میمونه. از اینا که مورچه خور واسه مورچه میسازه، بری توش هی میسوری هی میسوری تا خورده بشی. احمق بیشور. خیلی ممنون، لطف داری. بارون میگی درسته؟ از خودم خجالت میکشم که یه وقت به این دختر ابله علاقه داشتم. به درد همون لومپن میخوره. حالا دارم براش، باز میخورم بپرسم. میخوام آمارشو برای من در بیاری. فقط نفهمن که از طرف منه ها. میتونی از آفرینم یه پرسجویی بکنی. تو که نمیتونی این فکر باران بیای بیرون، چرا باش تماس نمیگیری؟ اون که نه تو فکرشم نباش، تماس میگیرم. فقط نمیخوام از سر دلتنگی و تنهایی بیفته تو حجر. این علاقه نیست؟ تو هم حوصله داری ها؟ اصلا ولشون، دیگه نمیخوام در موردش بحث بکنم. تو لالمونی که حرف چه نمیزنی حالا؟ نمیای بخوری نخور. اون نیست که بابا، اون تلفونه. بقر نبود صابخونه خودش هم برمیشه برمیشه. نه نه بابا نیستم، خنگه. فردا میخوام برم خرید، وقت داری با هم بیای؟ سلام. سلام. انگار مزاحمتون شدم. پیروز بمون. تو مگه به من قول ندادی بودی که فقط به فکر رفتن باشی؟ من که دارم میرم، فقط کافیه این ویزای لعنتیم درست بشه. مطمئن باشم.
مطمئن باشین هیچی مانع هم نمیشه. حالا هر کی هر چی که میخواد بگه. ولی آقا پیروز، من از آفرین خواستم که بیاد پیشم. اه؟ پس بهتره تو کپا هم بره خونه باران. خوبه اونم یه چیزایی رو بدونه. اون پسره که همه هوشواشی گرفته یه حقه‌باز، یه خلافکاره. یه آدم بی‌سرپاست که هر کاری ازش برمیاد. خب روشنه که واسه چی اومده سراغ باران. البته واسه من دیگه هیچ اهمیتی نداره. من که کارم درسته تا چند روز دیگه هم دارم میرم. اما حیف اومد که آدم هفت خط بیا زندگی این دختر خانم رو نابود بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیا. بیا دیگه ذاتت بو قلمون زود گذاشت. یه بیا ده. خب اونجا خوبه. بریم. مشتی. سلام ابراهیم جان، حالت چطوره؟ سلام دخترم، حالت چطوره؟ خانم معرفی نمی‌کنی ابراهیم؟ بله خانم، خانم باران خانم، فامیلی هم که دیگه نمی‌کنم. نامزدته؟ فعلا نه، ولی خب همین روزه. به به به، سلامتی مبارک. بی معرفت ابراهیم، عروس خانم می‌خواستی بیاد، خب می‌گفتی ما یه آبجاروی می‌کردیم. اونم به موقع. خیلی مبارک. بالاخره عروسی تو محل ما هم اومد. چشام کف بعد عروس خانم خیلی لطف کردی. آقا بفرمایید بشین، من الان میام. بفرمایید. هر دفعه به خودم میگم حرفاتو باور نکنم، ولی باز ببینم این حرفا چی بود به این آقای زدی. بابا جون میخواستم شوکه بشی تا حرفمو بفهمی. یعنی چی؟ ببین با عرض معذرت، ما باید نامزد بشیم توی مهمونی بزرگ، مراسم باشکوه. ببین توپ. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به به به، الهی بهتر. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، چقدر هم تو رو خدا به هم میایم. بله بله، مبارک باشه. میرم الان یه غذای مشتی براتون میارم. مرسی، دست درد نکنه. ببین همه میگن ما به هم میایم. بجیر جوگیر شدی ابی خان. ببین اینجوری نمیشه. اول از همه باید خودت باورت بشه، بعدم باید به همه جا اعلام کنی که نامزدی هست، باید همه بدونن، مخصوصا پیروز. این حماقته، کی باور میکنه که اون باور کنه؟ اون همین الانش هم باور کرده. وای نمیدونی اگه بشنوه چی میشه. با کله میاد اون شب اونجا میگه غلط کردم، ببخشید، با من ازدواج کن، ببخشید. سلام. سلام. چایی هست؟ ببین من آخرشم. چی؟ من آخرشم. چی شده؟ امروز زنگ زدم به یارو از هم پاشون دارمش. چیکار کردی؟ تیتر روزنامه رو نگاه کن. عاملین خرید و فروش غیر قانونی و حنالات دستگیر شدن. ایول. بهش گفتم دوستا عزیز تیتر روزنامه امروز رو خوندی؟ خب. نمیترسی که یه موقع مثل اینا زایو بشی؟ ببین از پشت تلفن زوزه میکشید، میخواست بزنه بیرون بیاد دست و پاهم ببوسه. ببین 50 تا باید بسرفه. 50 تا خودش گفت؟ نه من بهش گفتم. خب اون قبول کرد؟ نه کوفت. ها؟ نه ولی بالاخره باید قبول کنه. بابا همینجوری یه چیز پروندی دیگه. نه بابا 30 تا رو که قبول کرده. ولی من بهش گفتم اگه میخوای تو روزنامه چاپ نکنی باید 50 تا بسازی. آها پس 30 تا رو قبول کرده. آره. بابا دمت گرم. پس این کله بعضی وقتا کار میکنه. البته بعضی وقتا. بیشتر اوقات نه. سلام. سلام آقا، هر چی زودتر این پولو تهیه کن، نمیخوام مشکلی پیش بیاد. چه مشکلی؟ دلم نمیخواد یه همچین اتفاقی واسه منم بیفته. این تماسا اونقدام جدی نیست. برای من هست. ببین این یعنی نابودی مطلق. این اتفاقی واسه من بیفته، من یقینا خودمو کشتم. البته بستگی داره آدم از زندگی چی بخواد دیگه. بله. یعنی مثلا تو اروپا که هستی خیلی راحت‌تری آروم‌تر زندگی می‌کنی، ولی مردم باید دیر اخت میشن. تو امریکا برعکس. می‌ریزن سر دیو، می‌ریزن تو خونه‌ت. می‌گیرم. نه میگم یعنی باید راحت اخت میشن. آها من راستی یه چیزی یادم رفته بود. تنها عکسی که از پدر مادرم دارم آوردم اینجا شما ببینین. عمران بود. کانادا. جالب، پدر مادرش. مادر کدومشون هستن؟ زن مادرم این مادر. مردم میشه پدرم. چقدر شبیه خود ترم هست. از اون مزرعتون که گاوای گنده داره عکس نداری؟ آره آوردم. از اونم شانسی عکس آوردم. این مزرعه هست. این مزرعه هست. درست نفسش اون گاوداری هست. این طرف دمسره هست. بله. اتفاقا من سندش هم همرامه. بله. کپی سندش. بونچاقه دیگه هم؟ آره اصلش منگوله داره.
قشنگ مثل همینجاره منگوله داره. مقصنت اونجاست. این اینجا دیگه. همین چه چیزایی من تو جیبم هست. این حالا بیدم رو تف میکنه هست. این حساب بانکیمه توی لویدز بانک انگلستان. لویدز بانک. تلفظ سخته برای خودشون هم سخته تلفظ. لویدز بانک. بله. وقت چقدر تو حسابتون هست؟ این تقریبا 700 هزار و خورده ای. 700 هزار دلار. من دلار کار می‌کنم. 700 هزار دلار؟ بله. عکسای دیگه هم هست که اینجا اتفاقی جیبمه. این مثلا هندوستانه، این برزیله، برزیل. اینجا مصره با این حاج آقای مصری. این ببین مصر؟ اینجا دست دادن. همه شما تشکر کردن. بله. بله اینا هم هست. و باز حق انتخاب با باران خانمه، یعنی من هر جای دنیا که بخوام میتونم زندگی کنم، ایشون باید تصمیم بگیره. وای چقدر خوب باران. البته با اجازه بابا حبیب جون. با اجازه. تو یا شعبده بازی یا جادوگر. جون تو هیچ کدوم. اون حرفایی که زدی همش دروغ بود نه؟ دروغ اونه که کسی باورش نکنه. وقتی خودت باورت بشه بقیه هم باور میکنه. ولی همش دروغ نبود. میدونستم قطار داره میره اون بالای بالا، اون سرازیری محشره. وای مراقب خودت باش. آماده نشد؟ آبا ببین، زنگ میزنیم یارو میگیم پول آماده کنه. خب بعد شب بهش باز دوباره زنگ میزنیم میگیم قرار منتفیه باشه برای فردا. این مرض داریم بابا. چرا نمیفهمی تو؟ اینجوری یارو مجبور میشه یا پولو بذاره تو شرکت یا تو خونش. تو هم که حواست به هر دو جا باشه دیگه. بابا دمت گرمه بیم. خیلی زور داره این همه پولو بدی بره. عهد و قرار گذاشته در خونه ایم. عجب دیوونه ایه. پولو برده ببر خونه، بذارش تو قفسه دیواری باش تا من بیام. احتیاط کن، یه دو سه نفره به کار دورو بر خونه. فکر اونش هم کردم، الان دو نفر منتظر تماس منه. ببینم، مگه امشب نامزدی دختر خانومتون نیست؟ چرا، ولی باید قبل از نامزدی کارو تموم کنی. میخوای اینو بپوشی؟ بله. قرار بود یه لباس دیگه بخری، یه چیز بهتر، شادتر. میخوام همون لباسی تنم باشه که اون شب تنم بود. کدوم شب؟ همون شبی که پیروز منو با تحقیر پس زد. همون شبی که به خاطرش خودکشی کردم. میخوام منو تو همین لباس ببینه. پیروز؟ مگه اونم دعوت کردین؟ به باران گفتی؟ سلام. سلام. معذرت میخوام. نه خیر، هنوز ندیدمش که بهش بگم. آخه چرا ندیدیش؟ به خاطر اینکه باهاش قهرم. حالا موقع قهر کردنه؟ آخه این ازت خواهش میکنم. پای سرنوشت بهترین دوستت در میونه. میدونی اگه این اتفاق بیفته چه فاجعه‌ای پیش میاد؟ خیلی خوب. با اینکه غرورم اجازه نمیده، ولی حالا ببینم چی کار میتونم بکنم. قول نمیدم. کارت عروسیشه؟ خیلی دوستش داری؟ فقط این نیست مادر. میدونی اون داره با کسی ازدواج میکنه که بهونه نیار. پرسیدم دوستش داری؟ خیلی خیلی سعی کردم فراموشش کنم ولی نتونستم. ببین پیروز، من خیلی فکر کردم. من نباید مانع تو بشم. برو برو دنبال سرنوشتت. اما من از خودم روندمش، اونم جلوی همه. خب تلافی کن، برو جلو همه بگو دوستش داری. برو، منم برات دعا میکنم. از کی؟ چرا؟ خیلی خب باشه باشه. میگم از که مشکلی پیش اومده، قرارمون میفته برای چند ساعت بعد.
اوضاع یکم مشکوکه، میخوای من پولا رو برگردونم دفتر؟ نه بذارش تو همه گاف صندوق، من میرم باغ، اگه شد از همونجا با تماس میگیرم. جا گذاشتنشم. ده پس منتل چی هستی؟ بریم دیگه. خیلی خوب، الان میام. ببخشید. چیه؟ نه باران هنوز خونه هست. به سرفراز زنگ بزن بگو پولو بره شرکت. آره قربونه بره. الان خوب شد. بهش گفتی؟ بابا گفتم که خیلی ناراحتی، خودت بیا بهش بگو. ببین خواهش میکنم. بابا بابا اگه حرفایی که در مورد این پسر میزنی حقیقت داره، چرا خودت نمیای بهش بگی؟ من از کجا بدونم تو داری راست میگی؟ شاید تو بخوای نامزدی این دوتا رو به هم بزنی. پیروز من الان پیش بارانم، تو چند دقیقه دیگه هم داریم میریم سر مراسم ها. حالا خود دانی. اینم لباسات. نکنه با این سر و وضع میخوای بری؟ نمیگن این مادر چه جور مادریه که پسرش این ریختی اومده؟ مادر من نمیخوام برم. پیروز به دلت رجوع کن، هر چی که اون میگه گوش کن. گاهی وقتا بین خوشبخت شدن و نشدن یه تار مفاصله است. حالا خود دانی. آقا زبیهسته. بفرمایید مادر. منن آقوشم اده ها تو میده. بفرمایی تو این اتاق، همین الان تماس گرفتن گفتن تو رو هم بفرمایی. بچه ها چهارچشمی اینجا رو میپاره، نمیخوام هیچ جنبنده این در خارج بشه. حواس اینجا هست. جالا تخ باشه. امری بود مادر؟ میگم نه نو راتم بتمر. آخ پول پول هوایی هوایی. تبریکی میگم شب عروسی و مالکه. اینو میبری میدی به خالم؟ شوف نمیخواد به خالم نمیدی، اینو میدی به آقای حیبه سرف که انداز حیبه طرف راست. به خالم هم چی نمیگی؟ چشم مالم نهیدی ها. برو بریم حسین، برو برو برو. خیلی ممنون. دستون در نکنه. رسید. پیروز میاد، خیالت راحت بشه، تو موفق میشی. آه
مهمونی رو به هم نزن، پیروز میاد. اشتباه کردم، توی این مدت خیلی به تو فکر کردم، فهمیدم که بدون تو نمیتونم زندگی کنم و حالا اومدم ازت بخوام، یعنی تقاضا کنم که با من ازدواج میکنی؟ ببی سوریدی بابا بعد جرمشتی نگفتم؟ من نگفتم مواظب باش میسوری؟ نه یکم پام لیس خورد دل دیگه این دل صاب مرده ما ملکی دل خوش میشه ما سرامونو خوردیم هنوزم تو ترکی آقای خوشمرام ولی نبود شما نمیدونین کجاست بفرمایید بشینید وقتی میرفت گفتش اینو بدم به شما این کلاه هم رو سر تو بوده هم رو سر من کلاه برداری و کلاه گذاری رو قاطی کردم این شد کلاه باران اهمیتی نداره که منو باور کنی یا نه مهم اینه که خودتو باور کردی زیبایی در درون آدمه مثل غروب مثل بارون دستمزدمو که میخواستی بدی بهت بخشیدم فندک و چک پولارم به صاحبش برگردم الان که این نامه رو میخونی من خیلی از تو دور شدم خیلی میخوام تا اونجا که میتونم دور بشم حتما یه جایی از این دنیا یه کسی هست که منتظرم شاید پاپی فیلو پاپی 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 فیلو پاپی 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 فیلو